روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کرفس خون را تازه و سطح کلسترول را پایین می کند. طعم کرفس بی‌نظیر است. پایه های ملایم و کریس کریسشن را ناوابسته از مقدار ترکیب ها در خورشید گرفتگی ها ندیدن ممکن نیست. روغن عرفی ترتیب این محصولات طعمش را تامین و خاصیت های شفابخشی کرفس را معین می سازد. خاصیت ها و نشانداد ها. کرفس ارزش بلند غذایی ندارد. آن از کربوهیدرات ها و پروتین ها به درجه مافی بی نصیب بوده، عملا در ترکیبش روغن ندارد. ماده های فعالی نگاه داشته شده اش در مورد های زیرین آن را مفید می سازد. آماس، سنگ گرده، اسید های اضافی پیشاب. روغن عرفی کرفس تأثیر خوب به پیش آبرانی می رساند. آن به وسیع شوی شریان گرده ها با افزایش منبعد حجم پیشاب و جدا کنی پیشاب مساعدت می کند.
مبادله اسیدها. غذا یا تعامی از گوشت و دیگر محصولات گاو را به عاقبت‌های بسیار بد به سلامتی، چون تلف کلسیم، پیداشوی سنگ در گرده، اندرمانی مایع در بافته‌های ارگانیسم آورده می‌رساند. کرفس را اگر خصوصاً در نمود پیاوه استفاده کنند، زیادی اسیدها در خون را برطرف و برآوردن اسیدها از پیشاب که در جریان مبادله ماده‌ها به وجود می‌آید سبب می‌گردند. فشار بلند. کرفس مقدار زیادی سدیم دارد که با واسطه آن برای آماده نمودن نمک کرفس استفاده شده است. علی‌رغم چنین خاصیتی کرفس فشار شریان را پست می نماید، از بس که روغن عرفی آن واسطه ثمر بخش رگ و سکونی با نام بولیپتالید دارد، تأثیر رگ و سکونی و پیشابرانی کرفس را مخصوصاً به کسانی از فشار بلند رنج کشیده خیلی مفید می باشد. کلسترول اضافی. تجربه جالب را عالمان دانشگاه سنگاپور گذراندند تا خاصیت کرفس را چون پایین کننده کلسترول در خون به نمایش بگذارند. دوام 8 هفته گروه خوک‌های لابراتوری بحری‌ها با غذای خیلی سیر روغن خوراندند. در خوراک یک گروه خوک‌ها همه روزه 2 قاشق آش شیره کرفس بر علاوه نمودند. آخر هفته هشتم در این حیوانات سطح نسبتاً پستی کلسترول در برابر حیوانات که به خوراک آنها شیره کرفس علاوه نشده به مشاهده رسید. پیشابرانی. در ترکیب کرفس مقدار کمی گلیکاکین است. این ماده از روی تأثیر به انسولین هم مانند بوده، سطح قند را در خون پایین می نماید. به این طریق هرچند کرفس مقدار میانه کربوهیدرات ها دارد، آن برای بیماری قند قابل قبول است. بیساریز. در کرفس بیسارلین ها موجودند. این ماده ها با شعای آفتاب خاصیت اضافی می آورند. همین ماده ها افکت محافظتی را هنگام بیماری لاعلاج که دمیش سرختا و مقشر پوست را به بار می آورد تامین می سازند. کرفس با پیاز در پیاوه و خورش خیلی خوب آمیخته می شوند. آماده کنی و طرز استفاده. در نمود خام پایه های ملایم کرفس در آماده کنی خورش ها استفاده می شوند. پخته شده و یا جوشانده شده. آن را برای آماده کنی پیاوه های پالیشی از جمله با پیاز کرم استفاده می کنند. شیره تازه فشرده. آن را از ریشه و برگ ها می گیرند. هنگام هر غذاخوری با علاوه لیمو موافق مزه نیم پیاله می نوشد. ثروت واقعی سلامتی است. نقطه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید.
قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. وقتی که در زندگی دیگرگونی ها با وجود می آیند تو را نمی دانم، ولی من بسیار خوشحال می شوم. مثلا اگر 5 سال با یک آرایش موی زندگی کرده باشی و ناگهان تصمیم بگیری که آن را دیگر قسم نمایی، از این لذت خاصی به دست می آوری. بعدا لباس های نو خریده تمام اشیاهای الماریت را نو می کنی. تصورات خود را دیگر کردن بسیار خوش آیند است. و خوبتر از همه وقتی چنین تغییرات ها به سلامتیت مفید باشد. آهسته آهسته زینه به زینه عادت های بد را به عادت های خوب، عادت های ضرر رسان را به مفید تبدیل کردن رفتاری عالی است. 20 اگست سال 2000 روز یک شنبه. سلام دوست عزیزم، از اولین ملاقاتم با تو این جانب تغییرات های نظر رس به وجود آمدند. من به خودم افتخار می کنم. قلبم سرشار شوق، ذوق و خرسندی است. من خوشبختم. می خواهم این خوشبختیم را با همه اطرافیانم شریک سازم. اگر این را یک ماه پیش می نوشتم، فکر می کردی که این از ماه افتیده است. زیرا یک چند مدت پیش من یک انسان پر از مشکلات بودم. خواهش با کسی مناسبت و رفتار را نداشتم. از خودم شرم می کردم. روزهای من تیره بود. حتی وقتی که آفتاب می درخشید و مرغکان هوا سرود می خواندند. برای من هیچ اهمیت نداشت. ولی چی طوری که تو از تحولات و کامیابی های من آگاه شده ای، اکنون می دانی که چرا من خرسندی کرده از هر لحظه زندگیم لذت می برم. با شرف توصیه ها و کمک های لطیفه من نتیجه را نایل شدم که تمام عمر در آرزویش بودم و آن را آرزو می کردم. برای تدریجاً دیگر شدنم کمکش را دریغ نکرد. با گذشته نظر کرده درک می کنم که طرز زندگیم کاملا دیگر شده است. حتی تصور کرده نمی توانم که در گذشته چه طور زندگی می کردم. نمی زیستم، تنها زنده بودم. گویا از نو به دنیا آمده ام. غذای سالم، سیر و گشت و دیگر عادتهای خوب وظیفه ایشان را اجرا کردند. من خودم را دوست داشتم. همه آن رفتارهای مفید و حیرت آوری که تا به حال برایم نو و بیگانه بودند، اکنون یک حصه من شده برای تشکل دادن زندگی نو و من کمک می رساند. موسیقی
تمام سبکی وقت آب بسیار نوشیدن در دوام روز و مشق کردن به من مورد پسند قرار گرفت. درست و با مرام نفس گرفتن را آموختم. بیشتری وقتم را در فضای باز می گذرانم. عادت استراحت کردن نیز پسندم آمد و البته طرز درست غذا خوردن را نیز آموختم. همه این را بدون کدام قید مخصوص. یادداشت تلفنی و یا در کاغذ نوشته در آینه چسباندم که این کار را باید حتما به انجام برسانم و اجرا کنم. این در حقیقت طرز زندگی نوی من است. از آن لذت میبرم و شاد هستم که به این سطح رسیدم. میخواهی بدانی که چقدر من وزن دارم؟ یک دقیقه. وزنم را ببینم. باورت نمیشود. 53 کیلو. در گذشته ها این برایم غیر امکان بود. از 62 تا 52 کیلو کم شدند. همه این عادت های سالم تدریجا مرا تا این نشان دادی دست نارس آورده رسانید. حالا این همه اش نیست. پوستم که یک وقت ها حوصله و چشم دیدنش را نداشتم، اکنون بسیار مورد پسندم است. بدون یگان دانه و ورم، همه این از شرف حیات سالم من است. می دانم که خود ستایی کردن خوب نیست، اما خاموش مانده نمی توانم. آرزو داشتم ولی گمان می کردم که عملی نمی شود. می خواستم زیبا باشم تا در دانشگاه همه به من توجه کنند. گمان می کردم که برای این باید زیبایی مادرزاتی باشد. اگر زیبا به دنیا نیامده باشی، پس محکوم استی. ولی چنین نبوده است. 100% امکان مفتون کننده بودن وجود دارد. زیبایی تنها در صورت نیست. برای دلربا بودن کفایت است که از ته دل بخنده کردن، از حیات لذت ببری و با همه چی مهربان باشی. وزنی متناسب را نگاه داشته از پی سلامتیت باش. دلربایی در همین است. در حال حاضر که این را درک کردم، با تمام همسنفی هایم و بسیاری دانشجویان دیگری پانتون خود ما مناسب خوب دارم. کار دشوار نبوده. هیچ وقت از تغییرات وارد شدن به زندگی خیش در هراس نباشید. دیگر گونی ها تو را جسورتر، دلپورتر و خوشبختر می سازند. این کار را به فردا مگذار. از همین حالا شروع کن. مقصدی دست نارسی من واقعیت برآمد. از تحولاتم لذت می برم. باور کامل دارم که تو هم موفق می شوی. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. با
وحی امید بخش. واقعه های آخرین کتاب وحی، وحی امید بخش. موضوع برنامه امروز ما واقعه های آخر کتاب وحی می باشد. سردادن کشتی های کیهانی در زندگی انسان ها همیشه واقعه هیجان آور به شمار می رفت. اما یک چند سال پیش واقعه برگشتن کشتی کیهانی توجه همه را به خود جلب نموده بود. استرانوت ها به خانه برمی گشتند. این یک فرستادن مقرری بود که مانند آنها بسیار بودند و شاید تا این لحظه ها بی خطر به زمین فرود آمدن را یک واقعه مقرری قبول می کردند. این دفعه یک واقعه دهشتناک به عمل آمد. همه ما مات مبهوم مانده بودیم. در یک لحظه زندگی 7 نفر متوقف شد. از این تلفات بی بازگشته دوستان و اقارب آنها در حقیقت غمگین بودند. امروز من با شما در مورد سیاحت می خواهم صحبت کنم که با فلاکت انجام نمی یابد. این سیاحت نه فقط خوب آغاز می شود، همین قسم به نیکی انجام می یابد. پیشوای ما را به خانه ما گرفته می برد. او می آید تا که ما را با خود گرفته به سیاحتی از همه عجیب و غریب کیهانی که حتی تصور هم کرده نمی توانیم می برد. ما به صورت پرواز در طول راه از همسایه نزدیک ما که از ما در 384 هزار کیلومتر بعد از پهلوی آفتاب که 150 میلیون کیلومتر مسافه از زمین موقعیت دارد خواهیم گذشت. از پهلوی همه سیاره ها، سیستم های ما، عطارد، سترود و مشتری و غیره. پیش از پیش به بالا به کیهان ستاره های آریان، عیسی ما را به خانه مان گرفته می برد. و در یک چیز ما می توانیم باوری قطعی داشته باشیم. هیچگاه این سیاحت با فلاکت انجام نخواهد یافت. بار دوم آمدن مسیح آنچی را که عالمان غیر امکان می شمارند امکان پذیر می گرداند. خدای ما را از زنجیر مرگ نجات می دهد. نقشه خداوند برای آخر زمان در کلام او آشکار گشته است. اگر این در کتاب مقدس موجود باشد، من به این ایمان دارم. اگر این با کتاب مقدس اختلاف داشته باشد، این برای من نیست. موضوع اساسی نبوت کتاب مقدس، علل خصوص کتاب وحی، این پیشگویی در مورد بار دوم آمدن عیسی مسیح به شمار می رود. عیسی، موضوع اساسی کتاب وحی، نه اژدها یا که نه حیوان 7 سر، نبوت کتاب وحی به حیوان وحشی نگرانیده شده است، بلکه دقت ما را به عیسی مسیح روانه می کند. این نبوت برگشتن خداوند ما و اوج تاریخ ما را تصویر می نماید. به آیت زیرین از کتاب مقدس توجه کنید. وحی باب 14 آیه 14. و نگاه کردم و اینک ابر سفید و بر ابر کسی مانند پسر آدم نشسته بود. بر سرش تاج طلا و در دستش داسی تیز داشت. کتاب وحی آمدن مسیح را تصویر نمود. او را با تاج طلا بر سرش نشان می دهند. مسیح چون پادشاهی پادشاهان، چون خداوند خدایان برمی گردد. کتاب مقدس آمدن او را چون یک واقعه پنهانی تصویر نمی نماید. زمان او خاموش چون کودکی در آغیل خانه بیت لحم به دنیا آمد. فقط آدمانی کمی درباره آمدن او معلومات داشتند. در کتاب وحی بار دوم آمدن مسیح تمام دیگرگون تصور شده است. او با تاج طلا بر سر خود می آید. او با داس طلا می آید تا که در زمین حاصلات را جمع‌آوری کند.
کتاب وحی با جلال، با قدرت، بزرگ و شکوه و شهامت آمدن مسیح را تصور می نماید. وحی باب 19 آیه 11 و اینک آسمانی گشاده را دیدیم و اینک اسب سفید و سوار او با وفا و حق نام دارد و او از روی عدالت داوری می کند. وحی باب 19 آیه 14 و لشکرهای آسمان بر اسبهای سفید و لباس سفید بر تن داشت و دنبال او می رفتند. برای چی کتاب مقدس درباره بر اسب سفید آمدن مسیح سخن می گوید؟ این علامت چی معنا دارد؟ اسب سفید علامت پاکی، غلبه و تنتنه به شمار می رود. وقتی که مسیح تاج طلا بر سر در اسب سفید می آید، او همچون پیشوای غالب می آید. او چون غالب بر تمام قوه های بعدی پیشگویی شده است که می آید. مسیح تا که دشمن را مغلوب کند. او همچون پادشاه پادشاهان و خداوند خدایان می آید. این را وحی با زبان عادی پیشگویی می نماید. عیسی برای جمع‌آوری حاصل بر زمین می آید. عیسی می آید تا که لشکر آسمانی را از پس خود گرفته ببرد. عیسی همچون غلبه کنان ظفر یافت. در جلال بر می گردد. وحی در مورد پنهانی آمدن مسیح سخن نمی گوید. وحی بابی 11 آیه 15 پادشاه جهان پادشاه خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد پادشاهی می کند. با آمدن مسیح مبارزه بزرگ خاتمه می یابد. دیگر نه گناه باقی می ماند و نه گناهکاران. او می آید تا که بر تمام کائنات حکم روایی کند. نجات یافتگان به او تعظیم می کند و تمام ابدیت او را حمد و ثنا می گوید. دو سوال مهم در مورد دوباره آمدن مسیح موجود است که بیشتر شنیده می شود. یک، عیسی چطور بار دوم می آید؟ دو، من از کجا بدانم که وقتی بار دوم عیسی می آید من آماده هستم یا نه؟ شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.